سرگرد خلبان حسین اسکندریان، یار و همکار 50 ساله اسطوره ارتش ایران بهزاد معزی. با تسلیت به تمام ملت ایران به خاطر از دست دادن انسان با شخصیتی مثل سرهنگ، خدمت شما عرض کنم که من آشنایی من با سرهنگ از اون پرواز شروع نشد. یک سابقه 50 ساله داره. افتخار داشتم که قبل از انقلاب به مدت 10 سال تحت فرمان ایشون کار کنم. فرمانده بزرگی بود، فرمانده شایسته‌ای بود. در واقع اگر بخوام راجع به سرهنگ صحبت کنم شاید احتیاج به ساعت‌ها باشه، از تمام رفتاری که نسبت به زیر دستاش داشت. چیزی که خیلی برای من مهم بود، سرهنگ همیشه حتی قبل از انقلاب ضد سلطنتی با اونهایی که خیلی نزدیکتر بود، مثلا با من و اون واقعا مثل دو تا برادر بودیم. اونی که ایشون فرمانده بود، استاد خیلی خوب من بود و من شانس رو اینو داشتم که همچه استادی داشته باشم. آموخته‌هاش رو همه رو سعی میکرد که به شاگرداش به حساب منتقل کنه بدون هیچ نوع تکبر، بدون هیچ نوع فخفروشی. واقعا خیلی خیلی انسان بسیار ساده، بی‌آلایش و خیلی خیلی افتاده بود. و از همون موقع، از همون دوران قبل از انقلاب، همیشه چیزی که در حساب وطنش میگذشت براش مهم بود. به انسان‌هایی رو که احتیاج داشتم خیلی خیلی کمک میکرد و هر کاری از دستش برمیاد در واقع انجام میداد، ولی درد ملت رو حس میکرد و همیشه دنبال راه حلی بود که چه میشه کرد برای اینها، چجوری میشه درد جامعه رو، درد این مردم رو آروم بکنه. و وقتی که انقلاب اتفاق افتاد، بلافاصله تو همون جستجوهاش میومد برای من تعریف میکرد، میگفتش که بالاخره من یه جایی پیدا کردم که فکر میکنم اگر کسی بتونه به مردم کمک کنه اینها هستن. و منظورش همین سازمان مجاهدین بود. بلافاصله رفت اونجا و استرسی کرد و خیلی هم زود پذیرفته شد. ما رو همه رو تشویق میکرد که این کار رو بکنیم. البته خب اون موقع بعد از به حساب وقایع 30 خرداد یه مقدار اوضاع خطرناک شده بود. زیاد راجع به این موضوع که کی هست کی نیست صحبت نمی کردیم، ولی همدیگر رو میشناختیم. و همیشه توی جلساتی که تشکیل میشد و توی بحثایی که میشد، تمام هم‌وغم میشیم بود که بتونه برای آزادی مردم و برای مبارزه با دیکتاتوری آخوندی که حالا اومده بود و تمام امید مردم رو از بین برده بود، یه کاری انجام بده. و وقتی که پرواز پیش اومد، یادم نمیره همین که توی کابین نشستیم و خب یه مقدار حساسیت های ایجاد شد، یه بچه ها نبودن. بعد من با تعجب وقتی پرسیدم که چی شده، سرهنگ من گفتش که پرواز مال سازمانه. و من اینقدر بهش اطمینان داشتم و اینقدر ایمان داشتم در واقع بهش، هر چیزی که میگفت بدون چون چرا قبول میکردم. به همین علت گفتم که هر چی که شما صلاح میدونید من در اختیار شما. و خب اون پرواز انجام شد. افتخاری داشتم که تو شرکت داشته باشم و در واقع به اون هدفی که دوستاش احساس میکردم که رسیده، خیلی احساس راحتی میکرد، خیلی دوستاش که هرچه زودتر مثلا بتونه به عنوان عملی یه کاری انجام بده. اینه که تو تمام کارا شرکت میکرد و یه خودتون شاهدید که تو این 40 سالی که در کنار شما بود از هیچ کاری ایبا نداشت و خیلی ساده زندگی میکرد، خیلی بی‌آلایش، خیلی واقعا بی‌تکبر. و این از مشخصات خیلی بارز سرهنگی که من چرا فراموش نمی کنم. و به هر حال هر کاری که دستش برمیاد انجام میده و من همیشه بهش افتخار میکنم. امیدوارم که راهی رو که اون پیش گرفت من بتونم ادامه بدم، شایستگیشو داشته باشم و اینجوری همیشه یادش و خاطرش تو ذهن همه باشه و همه بدونن که واقعا چه انسان با شرفی بود و چه انسان درک شناسی بود، چقدر اجتماع خودشو دوست داشت، چقدر وطن خودشو دوست داشت
یکی از واقعا وطن‌پرست‌ترین کسایی بود که من می‌شناختم. مسافر عزیزم تو هم به یاد من باش، جدایی و فراموشی نبینم از ای کاش، برو خدا به همراهت تو عیز جان گرامی‌تر، برو خدا به همراهت تو عیز جان گرامی‌تر.